بحران کمبود و گرانی دارو در حاکمیت آخوندا موضوع جدیدی نیست و مدت هاست که مردم با این مشکل مواجهند. ولی اخیراً این وضعیت بسیار وخیمتر شده، به طوری که تبدیل به یک موضوع مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم شده و خیلی ها دیگه قدرت و توان تهیه و خرید داروهای مورد نیاز بیمارانشون رو ندارند، که در نتیجه باعث مرگ بسیاری از بیمارانی میشه که به راحتی میشه با دارو مانع از مرگشون شد. برای بررسی این موضوع امروز همراه هستیم با دکتر سینا دشتی، متخصص بیماری‌های عفونی، تا یک مقدار در این رابطه برامون توضیح بدن. دکتر دشتی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه شرکت کردین. در ایران همیشه مشکل کمبود و گرونی دارو بوده، ولی چه عواملی باعث تشدید این وضعیت در شرایط فعلی شده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی. همونطور که فرمودید این مسئله جدیدی نیست، ولی ما با یک شدت و حدت بسیار جدی روبرو هستیم در ماهای اخیر با این مسئله، و بخشی از اون، بخش عمده اون برمیگرده به مسائل مالی کل رژیم، مسئله سقوط قیمت ریال و بالا رفتن ارزش نرخ دلار از حدود 4000 تومان به 50000 تومان باعث تشدید بحران هایی شده که هزینه تولید و ورود دارو رو به طرز سرسام‌آوری بالا برده. همزمان در محور اقتصادیش که بخوام بمونیم، در بودجه سال 1401، اون بودجه که برای دارو و درمان حداقل این کارشناسا حداقل می‌خواستن و تخصیص می‌گرن چیزی بین 105 تا 160 هزار میلیون تومان همت بود، ولی در بودجه که دولت برای اون تخصیص داد، دولت رئیسی جنایتکار، چیزی حدود 70 میلیارد 70 همت، یعنی تقریبا نصف اون مبلغ خواسته یا چیزی کمتر از اون رو. و این خب تاثیرات خاص خودش داره. همزمان یک طرح کاغذی در آوردن به نام طرح دارویاور که قرار بود این مسئله رو راحت‌تر حل کنه، ولی الان اونا هم در چنبره بوروکراسی رژیم و در چنبره بدهکاری‌های نهادهای مختلف به هم گرفتار شدن، و این هم باعث این شده که هزینه تولید و زمانبندی تولید و ورود و واردات دارو بسیار عوض بشه. این چیز غیر قابل پیش بینی نبود، بلکه از مدت ها قبل حتی خیلی از کارشناسای درون رژیم نسبت به این مسئله هشدار داده بودن. در 1400 بخش از این مسئله رو گفتن. الان هم بارها این مسئله مطرح شده، در سایت های مختلف خبری هست این رو. مثلا نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگه که اگر دولت اقدام عاجل انجام نده و در 2 تا 3 ماه آینده در این زمینه فراسازمانی کار نکنه، با مسئله هم داروهای بیمارستانی هم داروهای ساده با کمبود بسیار جدی روبرو خواهیم شد. و این بحث کمبود نقدینگی، افزایش نرخ مواد تولید، تأخیر در پرداخت هایی که بین نهادهای مختلف و بیمه ها و مثلا شرکت های مثل تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی، این به نظر من مهمترین علت است که یک بحث اقتصادی داره. همزمان رژیم با دجالیت میخواد بگه که این به خاطر تحریم دارو هاست، اصلا چیزی به نام تحریم فروش دارو نبوده، هم چیزی نیست. بعد میگن که ما به خاطر تحریم ها در مسئله بانکی و انتقال پول مسئله داریم، در حالی که هم چیزی هم اصلا نیست. در سال گذشته نزدیک 400 میلیون یورو با اتحادیه اروپا، بیشتر از 400 میلیون، 460 میلیون با اتحادیه اروپا مبادلات ارزی داشتن، مثلا با دولت آلمان 245 میلیون یورو بوده، از این میزان 195 داشت. مواردی که وارد کردن برای ارگان های سرکوب و ارگان های خودش، یعنی هم میتونن دارو وارد کنن هم پولش رو میتونن به صورت بدون مشکلات بانکی به اروپا بفرستن. پس نه ورودش و نه هزینه‌اش از بانکی
مسئله جدی بوده، مسئله خاص ایناست. الان البته من نمیخوام روی چیز کنم، ولی من یک مثال عرض میکنم خدمتتون. مطالعه اسناد وزارت خارجه که توسط کانون‌های قیام و نیروهای شورشگر در ایران افشا شده و ضبط شده و میبینیم که اینا بسیار نظام و بسیار برنامه داری دارن، برنامه ریزی کردن برای مسائل تروریستیشون، برای مسائل گروگانگیریشون، برای مسائل نفوذ و توسعهشون در کشورهای مختلف خیلی با دقت، خیلی با نظرات کارشناسی و خیلی جدیت رفتار کردن. بنابراین اگر این یک نظامی است که میخواد خودش رو جدی در قدرت نگه داره، به تبع برنامه‌ریزی خاص خودش، یعنی اگر این کارا رو میکنه از ندانمکاری و از بی‌تجربگی و از حالت اینکه نمیدونه داره چیکار میکنه نیست، بلکه حقیقتا این یک سیاست عامدانه است که کمبود دارو و بحران در سلامتی زیستی مردم ایران مثل یک زنجیر به پای مردم ایران پیچیده بشه و مردم درگیر اون باشن و حدی که حتی نتونن در تهیه اولین و ابتدایی ترین داروها هم یک مسیر راحتی رو پیدا کنن، باید مدام به آنتی بیوتیک، شربت سینه، همه اینا از داروخونه جواب منفی بگیرن، برن تو تهران، برن ناصر خسرو، حتی هم بقیه شهرام همچین جایی رو داره. خب اینو من میخواستم فقط توضیح بدم خدمت شما. خواهش میکنم، خیلی ممنون. خب اجازه بدیم پیام محسن از شیراز رو که در مورد همین بحران دارو و درمان در ایران رو بشنویم با هم، بعد من سوالات هم از شما ادامه بدیم. بسیار سلام و وقت بخیر. خب در مورد کادر درمان و کلا علوم پزشکی، از همون اول سال هم اعلام شد که بودجهش کامل نیست و بودجه خاصی بهش اختصاص ندادن و حالا وزیرم اون موقع اعلام کرد که ما تا مثلا برج 6 و 7 بیشتر بودجه نداریم. یه حرفی معروفی هم که زد، اگر مرد میدانی بیای رایگان کار کنیم. حالا این همش خوشداره و میخواد یه جورایی مثلا همه رو با این بحران که در آینده هست اصلا این یه جور عادی جلوه بده و اقداماتی هم که واسه انجام داد دیگه این که اصلی ترینش گرون کردن هزینه‌های دارو درمانه. خب هزینه‌های دارو درمان گرون شده به خاطر همون موضوعی که بودجه اختصاص دادن و کمبود یک سری از داروها که باعث گرون شدنشون شده اینه که این داروها رو یا یک سری افراد هستن که میخوان از طریق بازار قاچاق بفروشن که اون سودش رو مثلا چندین برابر تو جیب خودشون باشه، یه مورد دیگه هم این که اینا یا به اون شرکتایی که دارو ازشون میخرن بدهکارن یا کلا نمیخوان پولی بابت این موضوع بدن. این وسط هم تنها کسی که از این موضوع داره لطمه میخوره یکی مردم هم، کسی که داره واسه درمان و سلامتیش هزینه میکنه، یکی دیگه علوم پزشکی هست که واقعا نمیصرفه با این اوضاع اقتصادی و این سختی شغل و اینکه این بلا تکلیفی و اینکه هیچ آینده‌ای تضمینی تو این مورد وجود نداره که مثلا ما بخوایم بهش حالا دلمون خوش باشه. بله شنیدی با هم صحبت‌های محسن از شیراز. دکتر دشتی، علاوه بر کمبود و گرونی دارو، کیفیت و کارایی داروهای ساخت ایران هم به جد زیر سواله و اکثر پزشکا به بیمارا توصیه میکنن که از داروهای ساخت ایران استفاده نکنن چون تأثیری نداره. نظرتون در این رابطه چیه؟ خب کیفیت دارو ناشی از دو چیزه، یکی ناشی از پروسه تولیده و یکی ناشی از مواد اولیه. وقتی که ما ببینیم پروسه تولید با کارگاه های داروسازی بسیار قدیمی و اینکه سرمایه‌گذاری عظیمی توش نشده و آپدیت نشده و هنوز با تکنولوژی دهه 70 میلادی بخواد بعد از 40 سال 50 سال هنوز کار کنه، خب به تبع این تاثیر روی کیفیت تولید دارو میذاره. ثانیاً اینکه مواد اولیه که فراهم میکنن چقدر تاریخ مصرف و تاریخ انقضاش مونده، این مواد چجوری وارد میکنن. ما با یک زنجیره از یک سیاست مافیایی در طرف هستیم، همین رو در سیستم غذایی میبینیم. مثلا مرغ که تاریخش گذشته رو از ترکیه وارد میکنن، بعد پلاستیکش رو عوض میکنن، میگن این تاریخش به جاست. اینا همینا مسائلی هست که هست در کل جهان. مافیا
به اینکه این شهرت داره و بدنام هست، میگم که به وارد صنعت دارویی شده و بعضی از داروهای خیلی معمول و چیز رو که تاریخش گذشته رو روی لیبل میکنه، دوباره میذاره و این رو میره بیرون. و به نظر من این چیزی است که این مافیای ایتالیا و مافیای خونریز امریکا اینا از رژیم جمهوری اسلامی یاد گرفتن، چون قبلا وارد این بازی ها نمیشدن، ولی این کارا رو میکنن. یعنی اینا میان داروهایی رو که تاریخ مصرفش گذشته رو به جایی که نابود کنن میان میگیرن از بازارهای اروپایی، بعد تحت عنوان که مثلا خب نابود کردنش تو اروپا خرج داره، میگن ما میبریم برای شما نابودش میکنیم، میان لیبرش عوض میکنن، بعد میذارن میگن این دارو داره در تاثیر داره یا تولید داخلیه یا چیزی از این قبیل، که خب واقعا این به خاطر این سلطه این مافیاهای مختلف دارویی و سپاه روی سند تولید دارو در کشور ایران به تبع روی کیفیت اون تاثیر میذاره و این رو خب بیشتر از هر چیز مریضا متوجه میشن، پزشکا متوجه میشن. بله خب دکتر رشید، به عنوان آخرین سوال، بحران دارو چه تأثیری روی درمان بیماران و گسترش بیماری ها و سلامت عامه مردم و آمار مرگ و میر داره؟ ببینید مثلا یک مورد بگم، ما توی ایران به خاطر خشکسالی که داریم، به خاطر ملاحه که در آب هست، به خاطر مثلا ژنتیکی، کشور ایران از مثلا بیماری کلیوی در جهان در سطح بالایی هست. یعنی میزان بیماری کلیوی در ایران خیلی بالاتر از سطح جهانی، تمام قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست، جای مثلا جای مثلا شبیه تگزاس امریکا چیز اینجوری باشه. ما برای بیمار کلیوی در ایران اگه بخواد بری دکتر ببینه که مثلا بخواد سنگ کلیهش رو جمع جور کنه، این تقریبا بیش از 1 میلیون یا کنی میلیون تومان خرجش هست برای یک ویزیت معمولی، برای یه سونوگرافی، برای یه اسکن، یا اینکه برای یه سری داروهایی بخواد گیش بیاد، بالای 1.5 میلیون این چیز بخوان خرج میاد. بخوان جراحیش کنن نزدیک 50 میلیون 60 میلیون هزینه جراحیش است. این جایی که حق به قول معروف حقی که بیمه ها دارن میدن اینا مدام داره کم میشه و بخشی که بیمه ها بخوان بدن خیلی کم بود میشه، خب افراد واقعا برای تأمین ابتدایی تا این هزینه های زندگیشون مثل اجاره خونه یا غذا دچار مشکلن. به تبع میان طرف این مسئله دارو رو حذف میکنه. مثلا یکی از این خبرگزاری گفت که برام روی داد 24 از داخلیان که به این نقطه میرسن که اگه بیمار بشن باید فرش و زندگی و همه دارای خودشون رو بفروشن تا این به یک داروی برسن که این آخرش هم معلوم نیست جواب داره جواب نداره. این به طب یک انتخاب بسیار تراژیک هست، یک انتخاب بسیار سنگینی است که انسان‌ها به خاطر مسائل اقتصادی و فاجعه اقتصادی که در کشور حاکمه از سلامتی خودشون بزنن به خرید فروش اندام و اعضای بدن دست بزنن، یا اینکه بعضن میان خودکشی میکنن، میرن هزینه‌های جرم رو به عهده میگیرن تا داروی مثلا فرزندشون رو تهیه کنن. یعنی واقعا تراژدی های انسانی بسیار عظیمی در بستر این فاجعه ای که ما داریم راجع بهش به مسابقه یک بحث تلویزیونی داریم صحبت میکنیم صورت میگیره روزمره، که بخشی از باروت جنگ نهایی مردم ایران برای سرنگونی رژیم خواهد بود. با تشکر از شما دکتر سینا دشتی، متخصص بیماری های عفونی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. سپاسگزارم از زمانی که من دارید. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.